تاکنون به این فکر کرده اید که یک معلول برای تأمین مخارج خود و خانواده‌اش باید کجا مشغول به کار بشه؟ اصلا شرایط اشتغال در جامعه ما برای معلولان فراهم شده؟ مرکز خیریه رعد القدیر از چند سال پیش تاکنون شرایط اشتغال رو برای تعداد زیادی از معلولان با توجه به معلولیتشون فراهم کرده. از کار در کارگاه خیاطی گرفته تا اپراتوری مرکز پیام این مؤسسه نیکوکاری رعد القدیر در واقع یک سازمان مردم نهادی هست که هدف اصلیش کمک به توانمندسازی حرفه‌ای بچه‌هایی است که معلولیت جسمی حرکتی دارن. از سال 85 در واقع یک مدل مینیاتوری کارآفرینی اجتماعی رو اندازی بکنیم که صاحبان هرف، مشاغل و مسئولین ببینن که واقعا افراد معلول این توان رو دارن که کار بکنن. کال سنتر اپراتور رعد القدیر هستن. یه اپراتور معمولی هستم. 6 ساله در مؤسسه نیکوکاری رعد القدیر مشغول به کار هستم. کمبود کاره برای امسال ما، واقعا کار نیستش. درسته توی ارگانا همه جا میگن 3% سهمیه داره، ولی هر جا هر ارگان میگیریم میگن نه به ما اعلام نشده. مجبور هر جا میرم حتما یکی همراهم باشه و این واقعا برای من خیلی سخت و ناراحت کننده. بانک ساده میخوام برن با پله مواجه نشن، با یه رمپ مناسب مواجه بشن. شرایطی هستش جهت اینکه همسان سازی شده. اولش خب یکم خجالت میکشیدم و میترسیدم. چرا مثلا اداره های خود بهزیستی که نیاز دارن خود کارمنداش از نوع خودش باشن، چرا نباید ما جز کارمنده بهزیستی باشیم؟ من متاسفانه با این محدودیت های مواجه میشن که این باعث بشه که همه اعتماد به نفسشون به شدت بیاد پایین و همین که احساس کمبود بکنن. 6 میلیون تومان گرفتم که الان همون ویلچر یه چیز حدود 20 تا 25 میلیون هستش و اینکه برای خرید ویلچر برقی، یعنی پایین ترین هزینه که من باید داشته باشم، تقریبا نزدیک 40 میلیون هستش. خدا رو شکر میکنم که میتونم به قولی مسن ثمر باشم توی جامعه برای خودم.